در دنیای سازهای زهی استرادیواری نامی آشنا و معروف است و برخی از ویولون‌هایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده تا 20 میلیون دلار بها دارند. ویولون‌هایی که در قرن 17 و 18 توسط آنتونیو استرادیواری و پسرانش ساخته شدند. قبل از گشایش رسمی موزه ویولون در کرمونای ایتالیا، آنتونیو دلورنزی موسیقی زیبایی را با یک ویولون استرادیواری که در سال 1715 ساخته شده بود نواخت. الیساندرا ویلا، مدیر موزه. برای موسیقیدانان این یک آرزوی تحقق یافته است. موسیقیدانان می توانند تمام ویولون هایی را که آرزو دارند یک بار در زندگیشون بنوازند در یک محل بیابند. قطعا این ویولون ها در دسترسی همگان نیست، ولی می توان آنها را دید، با آنها گوش داد و در بعضی مواقع آنها را لمس کرد که قطعا تجربه بی نظیری است. تقریبا نیمی از 1100 ویولونی که به دست خانواده استرادیواری ساخته شده باقی است که بیشترین مجموعه آن در شهر کرمونای ایتالیا نگهداری می شود. در مرکز این موزه جدید سالن کنسرتی به شکل ویولون و از جنس چوب افراست که در ساخت ویولون به کار می رود. جورجیو پالو، آرشیتکت. La scatola che ci siamo trovati prima, fortemente razionalista. سالن قبلی طرح دهه 40 بود و ارتفاع اون برای اکوستیک موسیقی که پخش میشه کافی نبود. در نتیجه کف زمین کنده شده و صحنه در وسط و در 14 متری سقف قرار گرفته، همونطوری که الان میبینید. گنجایش این سالن 400 نفر است و قرار است موسیقیدانان معروفی در آن بنوازند. علاوه بر ویولون، ویولا، چلو و گیتار نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده. آنتونیو دلورنسی ویولون نواز میگوید صدای هیچ ویولونی قابل مقایسه با ویولون استرادیواری نیست. صدای ویولون استرادیواری صدای فوق‌العاده کاملی است. اگر صدای یک ویولون عادی رو با یک خط نشان دهیم، صدای ویولون استرادیواری خط پهن‌تری است که نواهای بیشتری رو در بر میگیره. یک موسیقیدان با ویولون استرادیواری در دستش امکان بیشتری برای ایجاد نواهای مختلف در مقایسه با یک ویولون معمولی داره. امروز این موزه همراه با جشنواره یک ماهه به نام استرادیواری است.